محرم و عاشورای امسال برای شیعیان افغانستان یکی از سنگین ترین مراسم های عزاداری بود. از آغاز ماه محرم تا روز عاشورا گروه طالبان شدیدترین محدودیت ها را علیه شیعیان افغانستان وضع کردند. در تازه ترین مورد سه‌شنبه شب که برابر با شام غریبان در افغانستان بود، جنگجویان طالبان با هجوم در مساجد و تکیه خانه های استان بلخ مانع تداوم عزاداری امام حسین و پرچم های عزاداری را پایین کشیدند. به گزارش همکارم در این رابطه توجه فرمایید. گروه طالبان پس از تسلط دوباره در افغانستان طی 3 سال اخیر فشارهای زیادی را علیه شیعیان و هزاره های این کشور در بخش های گوناگون اعمال کردند. اما با آغاز ماه محرم امسال این گروه به طور بی سابقه ای نسبت به مراسم محرم و عزاداری امام حسین علیه السلام محدودیت های شدید وضع کردند. شیعیان افغانستان می گویند محرم امسال برای آنها سنگین تر از هر سالی بوده است. در تازه ترین مورد، منابع مردمی در شهر مزار شریف مرکز استان بلخ از یورش جنگجویان طالبان به عزاداران حسینی در این شهر خبر می دهند. منابع روز چهارشنبه 27 تیر گفتند که از ساعت 1 شب گذشته جنگجویان طالبان همزمان به چند حسینیه در نواحی اول، دوم، سوم و نهم شهر مزار شریف یورش بردند. به گفته منابع، طالبان در کنار برچیدن پرچم‌ها و علائم تجلیل از ماه محرم مانع تداوم مراسم عزاداری در این اماکن شدند. همه سال محافل عزاداری ماه محرم از اول تا 13 این ماه در اکثر استانهای شیعه نشین افغانستان برگزار می شد. اما امسال با مخالفت طالبان روبرو شد. طالبان در برخی از مناطق شیعه نشین حضور گسترده ای داشتند. اتصال شبکه های مخابراتی را قطع کرده بودند و مانع حضور هیئت های عزاداری و دسته های سینه زنی در جاده ها شدند. شیعیان علی‌رغم محدودیت های طالبان مراسم عزاداری عاشورا را با حضوری گسترده و حماسی برگزار کردند. گزارش ها نشان می دهد که شیعیان در شهرک جبرئیل، محله حاجی عباس و چندین منطقه دیگر هرات محدودیت های طالبان را نادیده گرفتند و با حضور در جاده ها و خیابان های این منطقه عزاداری کردند. هزاران نفر از شیعیان در هرات در حالی در مراسم روز عاشورا حضور یافتند که طالبان محدودیت های گسترده بر عزاداری ایام محرم در این استان وضع کرده بودند و نیروهای این گروه چندین بار پرچم های عزاداری را از سقف خانه ها و دکان ها در مناطق شیعه نشین این استان پایین آورده و پاره کردند. همچنین شیعیان به مناسبت روز عاشورا در استانهای سرپل در شمال و استان قندهار در جنوب افغانستان به خیابانها در مناطق شیعه نشین آمدند و بدون توجه به محدودیت‌های طالبان به عزاداری و سینه زنی پرداختند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، گروه طالبان یک عزادار شیعه به نام حبیب که پدر 2 طفل بود را تیرباران کردند. گفتن است که مردم در تقابل با گروه طالبان که تلاش برای پایین آوردن پرچم‌های محرم داشتند با شعار لبیک یا حسین مانع جمع‌آوری پرچم‌ها گردیدند.